کتاب حماسه ستارخان. کربلایی کاظم دستورات لازم را به میرزا داد و میرزا که دستورات آقا را می شنید و مرتباً بله بله به زبان می آورد، در اینجا گفت: چگونه نمی داند؟ این را همه می دانند. ارباب خشمگین گفتار خود را با این واژه پایان داد: به بازار باشی بگو سرنوشت شخص او وابسته به چگونگی انجام این کار است. همکنون دستورات مرا تکرار کن ببینم چه میگویی. میرزا دستور حاجی را واژه به واژه تکرار کرد و حاجی با ناخشنودی از کنار پنجره دور شد. سرور هم پس از دعا به حاجی و خانواده اش به دنبال میرزا راه افتاد. دفتر بازار باشی یا همان رئیس پاسبانان بازار در حیات گرد کوچکی قرار داشت و در آن شامل یک اتاق نسبتاً بزرگ و یک راه رو بود. در زیر این بنا زیرزمینی قرار داشت که زندانی ها در آنجا به سر می بردند. بازار باشی کنار پنجره نشسته بود و قلیان می کشید. جلوی کلاه پوستیش نشان شیر و خورشید سیمین بزرگی می درخشید و از زیر کلاهش تره هایی از موهایش بیرون زده بودند. سبیل های قرمز رنگش را تا بناگوش تاب داده بود و از رنگ تره های موهایش پیدا بود که گویا برای رنگ کردن آنها حنا به کار برده. بدبختانه کربلایی کاظم و دو دوستش را زیر پنجره دفتر با زنجیر به ستون بسته بودند. از کنار آنها چند فراش شلاق به دست به این سو و آن سو در آمد و شد بودند. اینان دستور بازار باشی را در انتظار می کشیدند تا بیدرنگ اجرا شود. سرور که شوهرش را با حال زار و آشفته به ستون بسته دید، بی اختیار زاری آغاز کرد، اما به انگیزه ی اشاره تهدیدآمیز میرزا ناچار خاموشی گزید. میرزا به دفتر بازارباشی وارد شد و سرور در راه رو ایستاد و همکنون اندیشه های آزار دهنده ای به سرور روی می آورد. بلای هراسناکی دامنگیر شوهر و برادر شوهرش شده بود. اگر بازارباشی توصیه ی حاجی را نپذیرد، آن وقت چه خاکی باید به سرش کند؟ همین گونه به اندیشه ادامه داد و به این نتیجه رسید: اگر میرزا نتواند کاری انجام دهد، خودش را به درون دفتر بازار باشی می اندازد و به پای او می افتد و زاری آغاز می کند و آزادی شوهرش و دوستان تیر روزش را می خواهد. در حالی که این چنین می اندیشید، به سختی براشفت و نتوانست خودداری کند، پیش خود حق حق می گریست. اینک ببینیم درون دفتر بازار باشی چه می گذرد. بازارباشی همین که میانجی آشنا را دید، چهره اخمویش از هم باز شد و روی صندلی به سوی او برگشت و با آهنگ چابلوسانه ای گفت: عجب، چه شده به سراغ من آمده ای؟ بفرما بنشین. چشم به دیدن جمالت روشن شد. امروز آفتاب از کدام سو زده؟ چه روز خوشی! معلوم نیست چه باد موافقی تو را به اینجا آورده. آجی جواد آقا حالشان چطور است؟ راستی عجب مرد شریف و خوبی است. کاشکی خدا جزئی از خوبی های او را به ما ارزانی دهد. به عقیده من در این شهر کمتر کسی مانند من نسبت به او ارادت دارد. ما این لقمه نانی را که میخوریم مدیون مراهم و الطاف حاجی آقا هستیم. میرزا روبروی بازار باشی نشسته بود و وراجی های او را گوش می داد و گهگاهی از روی ادب می گفت: بله بله، راست است، براستی. بازار باشی ادامه داد و گفت: اما آدم های نمک نشناسی پیدا می شوند که نیکی های حاجی را ارج نمی نهند. در این هنگام صدایش را آهسته کرد و با نجوا گفت:
مثلا این کلانتر ما را در نظر بگیرید، آیا شایسته است که ما همواره از خان نعمت حاجی برخوردار باشیم و او در سر تا سر سال از خشم بلرزد؟ کلانتر همیشه از حاجی گله می کند، اما خودش آدم پلید است. دارایی بچه های صغیر برادرش را تصاحب کرده. اما گویا بازار باشی چیزی به یادش افتاد. آیا او از کوشش های من برخوردار نیست؟ من خوب می دانم عرایز من هیچگاه به گوش حاجی نمی رسد. میرزا این سخنان را شنید و معنی آنها را دریافت. آخر این نخستین بار نبود که بازارباشی درباره رئیسش گفتگو می کرد و اندیشه های پنهانی خود را درباره وظایف کلانتر پیش او می گفت و به اصطلاح برایش مایه می گرفت. میرزا چنان وانمود کرد که گویا از گفته های بازارباشی پشتیبانی می کند. سرش را به نشانه تأیید پایین آورد و جواب داد. این بار من هم تعهد می کنم که گفته های شما را به گوش حاجی برسانم. پس از این گفته میرزا در چهره بازارباشی نشانه آرامش و خوشنودی پدیدار گردید. با این همه با آهنگ چابلوسانه ای پرسید. من چه کاری میتوانم برای شما انجام دهم؟ میرزا آن سوی پنجره را نگاه کرد و کسانی را که با زنجیر به ستون بسته شده بودن را نشان داد و گفت. حاجی مرا برای کارگشایی این بیچارگان نزد شما فرستاده. از پیش شما را آگاه می کنم. من با زحمت توانستم آقا را متقاعد کنم که تو بازار باشی از مرحمت حاجی آقا نسبت به این بیچارگان ناآگاه بوده ای. بازار باشی به شگفتی فرو رفت و گفت. چی گفتی؟ اینها به حاجی وابسته اند. میرزا چهره جدی به خود گرفت و گفت. مگر نمی دانستی کربلایی کاظم مستجر کاروانسرای حاجی آقا جواد است؟ بازارباشی سرش را به زیر انداخت و به اندیشه فرو رفت. به نظر چنین می رسید که دو احساس متضاد درونش را می آزارند. از سوی نمی خواست سرسپردگی خود را نسبت به حاجی انکار کند و از سوی دیگر نمی توانست از پول چشم بپوشد. وی امیدوار بود پیش از آزادی کربلایی کاظم دست کم 10 تومان او را سرکیسه کند، اما اکنون در اثر دخالت حاجی از این پول بایستی چشم بپوشد. او پس از اندیشه های دیرپا سرش را بلند کرد و گفت خب حاجی چه میخواهد؟ میرزا گفت حاجی میخواهد کربلایی و دوستانش بیدرنگ آزاد شوند. بازارباشی با آهنگی اندوهناک و فرمان بردار گفت دستور حاجی برای من الهامی مقدس است. میتوانید با خیال راحت به خانه بازگردید تا نیم ساعت دیگر بازداشت شدگان را آزاد میکنم. در اینجا بازارباشی برای خود راه گریزی باز کرد، امیدوار بود که با یک تیر دو نشان بزند، هم حاجی را خوشنود کند و هم از بازداشتی ها پولی در بیاورد. اما میرزا به زودی به اندیشه اش پی برد و گفت حاجی آقا به من دستور داده از بدون زندانی ها بر نگردم. این را گفت و از جایش بلند شد. اما شما گفتید آزاد کردن آنها همکنون ممکن نیست، اگر چنین است پس خدا حافظ. بازارباشی از خودش بیزار شد. آن افاده فروشی و چابلوسی پیشینش با این وضع جور در نمی آمد. برای نگاه داشتن مهمانش آنچنان شتاب کرد که به قلیانش تنه زد، آتش های زغال قلیان روی فرش ریخت و بوی پشم سوخته فضای اتاق را فرا گرفت. اما بازارباشی بی‌اعتنا به همه این چیزها بود و خود را به جلوی در پرتاب کرد و گفت آقا، آی آقا، من تن و جانم را فدای حاجی می کنم، مگر می توانم مانند سگی نمک نشناس از انجام خاصی ولی نعمتم سرپیچی کنم؟ سر خود را از پنجره بیرون کرد و به فراش های حیات بانگ زد و گفت آی علی بی، بیدرنگ اینها را از ستون باز کنید و تحویل میرزا دهید. فراشان با ناخشنودی و غرغر کنان بازداشت شدگان را از بند گشودند و بازارباشی نگاهی به آنها کرد و نفس آسوده ای کشید. او پیش خود اندیشید بد نشد، به کلانتر خواهد گفت، اقدام به پیدا کردن دزدان حقیقی خواهد کرد و با خوشنودی پیش خود خندید. اما ناگهان به یادش افتاد که این دزدی را قزاق‌ها کرده اند و دوباره نگران شد. سنوبر با آشفتگی و نگرانی هراسناکی در انتظار بازگشت مادرش بود.
وی کوشش می‌کرد که خود را به کارهای خانه سرگرم کند تا از نگرانیش کاسته شود، اما سودمند نیافت. احساس زنانه‌اش به او این پندار را الهام می‌کرد که از گفتگوی با حاجی نتیجه‌ای به دست نیامده و پدر و عمویش همان گونه گرفتار خواهند ماند. صنوبر چادر را روی سرش انداخت و به سوی کاروان سرا ره سپار شد. خب حالا که پدرش در آنجا نیست چه میتوانست بکند این را نمیدانست. اما سرانجام بایستی کاری انجام میداد. هنوز 10 گام نپیموده بود که صدای آشنایی به گوشش رسید. محمود را صدا میزد. او که نامزدش را این گونه نگران دید به هراس افتاد و با ناشکیبایی پرسید: چه روی داده؟ چرا این گونه رنگت پریده؟ این گفتار مهرامی صنوبر را قانع نکرد. او در حالی که نتوانست از گریه کردن خودداری کند گفت: نمیدانم چه بر سر عمویم و پدرم آمده. دیروز کلانتر آنها را دستگیر کرده و تا همکنون به خانه باز نگشته اند. مادرم هم به دنبال آنها رفت، او هم تا کنون نیامده است. من دیگر نمیتوانم شکیبا باشم. به کاروان سرا میروم، شاید از آنجا بفهمم چه روی داده. گویی بلایی به سر من فرود آمده، همه پریشان و نگرانیم. محمود با نگرانی گفت: به کاروان سرا نروید، اینجا بمانید، من خودم کوشش میکنم موضوع را در بیابم. صنوبر کمی اندیشید و سپس جواب داد: نه، این سودی ندارد. آخر تو که فعلا خویشاوند ما نیستی، به پرسشت جواب نمیدهن، خود من باید بروم. محمود نتوانست او را از رفتن بازدارد. دختر بیدرنگ به سوی کاروان سرا ره سپار شد. او مانند گوسفند بی زبانی خود را به چنگ قصاب می انداخت. محمود به دنبالش روان شد و ضمن راه به او گفت: من دم در کاروان سرا منتظرت می مانم، خواهش می کنم دیر نکنید، بسیار نگران هستم. از روزی که قزاق‌ها کاروان سرا را اشغال کرده بودند، دیگر مسافران در آنجا نمی‌ماندند و همه از کنار کاروان سرا می‌گذشتند. کار معمولی کاروان سرا تعطیل شده بود و حتی باربران هم به این سو و آن سو پراکنده گردیدند. در کوچه کنار کاروان سرا چند دکان وجود داشت که البته در این هنگام خریداری به سوی این دکان‌ها نمی‌آمد. دکانداران همه بیکار بودند. بعضی از زور بیکاری با چتکه هایشان بازی می کردند و برخی چیزی می نوشتند یا پشت پیشخوان چرت می زدند. یوسف علی سرپرستی قزاق‌های مقیم این کاروان سرا را به عهده داشت و همیشه آنجا حاضر بود و نظم و انضباط افراد زیر دستش را نظارت می کرد. یوسف علی در کنار در کوچه نشسته بود، گویا انتظار کسی را می کشید. در این هنگام صنوبر جلویش پدیدار شد و او هنگامی که دختری خوش‌اندام را زیر چادر سیاه دید، بیدرنگ به پا خواست. سپس به وی نزدیک شد و مؤدبانه پرسید: خواهر، با چه کسی کار دارید؟ صنوبر به آرامی جواب داد: کاروان سرادار را می‌خواهم ببینم. یوسف علی با خونسردی ساختگی ظاهراً پرسید: کربلایی کاظم را می‌خواهید؟ دختر گفت: بلی. یوسف علی با انگوش به در باز کاروان سرا اشاره کرد و گفت: او با برادرش به اینجا رفتند. در اتاقی که آن سوی حیات قرار داشت، طبق معمول باربرها سکونت داشتند و دختر از آغاز کار پدرش در این محل اینجا را ندیده بود، اما از چیزی گمان بد نداشت. با گام‌های تند از در کاروان سرا وارد شد. او می‌خواست هر چه زودتر پدرش را که از بند رها شده بود ببیند و شاد گردد. نیمی از ساختمان این اتاق زیر زمین بود و کف اتاق 3 پله پایین تر از سطح کاروان سرا قرار داشت. در اتاق 4 تاق باز بود. با همه اینها دختر جرأت نکرد که به درون برود. در آستانه در ایستاد، روی نوک پنجه بلند شد، به درون اتاق سر کشید و با صدای بلند گفت: پدر، پدر، اینجا هستی؟ او جوابی نشنید و از پله ها پایین رفت و همان گونه پدرش را صدا می زد و وارد زیر زمین شد و لباسش را درست کرد. ناگهان صدای جرنگ جرنگ کلون به گوش رسید. همان قزاقی که در کوچه او را راهنمایی کرده بود جلویش سبز شد. سرتاپای دختر را هراس فرا گرفت و از چشمان دریده این قزاق سنگدلی و بیشرفی می بارید. او با دو دستش پشت در را نگاه داشت. به صنوبر بیدفاع خیره نگاه کرد و لبخندی به لبانش نقش بست.
سنوبر به نیت پلیده این قزاخ پی برد. بی اختیار به سوی در دوید و جلویش ایستاد، با آهنگ تهدیدآمیزی گفت که بگذار بروم و الا فریاد می زنم. اما یوسف علی بیدی نبود که از این بیت ها بلرزد. در این کارها ورزیدگی داشت و با خون سردی گفت: جیغ و داد سودی ندارد، با خوبی و خوشی به تو اندرز می دهم، بهتر است رضایت دهی، چند دقیقه با هم خوش باشیم، این بهتر است. ضمن اینکه این واژه ها را به زبان می آورد، کلاه پوستی سیاهش را از سر برداشت، آن را به دختر نشان داد و گفت: می بینی این وسیله ایست که جلوی داد و فریاد دخترانی مانند تو را می گیرد، جلوی دهانت را می گیرم، کار تمام است. یک بار دیگر به تو می گویم عاقل باش، اما می دانی. در همین حال به صنوبر نزدیکتر شد و دختر به سوی دیوار مقابل پس رفت. دستش که در پشت سرش بود به سنگ سردی برخورد کرد و باز هم کمی عقب‌تر رفت و دیگر جا نبود. چشمانش نزدیک بود از زور هراس از حدقه بیرون بیاید، تنش مانند بید می لرزید. او نمی توانست نگاهش را از این مرد ددمنش و هراسناک دور کند و یوسف علی بیشرف که کلاهش را به دست داشت، گام به گام به قربانیش نزدیک شد. صنوبر تا آنجا که می توانست جیغ زد و کمک خواست، اما کسی به این فریادش جواب نداد. سپس خود را برای زد و خورد آماده کرد، چادرش را به زمین انداخت تا از حرکت باز نماند. یوسف علی می‌خواست او را به آغوش بکشد و نیروی شگفت‌انگیزی در این حال در این دختر پدید آمد. حالا دیگر او آن صنوبر بی‌دفاع و ناتوان پیشی نبود. دستش را بالا برد و ضربات سهمگینی به چهره این مرد تبهکار نواخت. یوسف علی که چنین پایداری را از این دختر انتظار نداشت، فریاد دردی از او بلند شد. دختر خود را به سوی در پرتاب کرد، اما نتوانست کلون در را باز کند. یوسف علی به تندی به او نزدیک شد و با دو دست نیرومندش کمر دختر را بغل گرفت و او را عقب کشید. همکنون یوسف علی مانند گرگ هاری خشمگین شده بود. دریافت که این دختر تصمیم دارد تا آخرین نفس از خود دفاع کند، با این همه از انجام نیت پلیدش دست بردار نبود. سپس خنجرش را از غلاف بیرون کشید و گفت: برای آخرین بار به تو میگویم، تو در برابر این سلاح کاری از دستت بر نمی آید. صنوبر با آهنگی که نشان دهنده نفرت بیپایانش بود فریاد زد: اگر صد تن تبهکار مانند تو بخواهند به من تجاوز کنند، نخواهم گذاشت، من تسلیم نخواهم شد. این را گفت و دوباره به در نزدیک شد. یوسف علی خنجر را بالا برد و به قلب دختر نشانه گرفت و گفت: اگر با خوشنودی تسلیم نشوی، هم اکنون حسابت را میرسم. دختر دست او را با ضربه ای کنار زد و دوباره خود را به کلون در رسانید، اما خنجر تیز به شانه اش فرو رفت. صنوبر در آستانه در نقش بر زمین شد. در طبقه روی این اتاق زیرزمینی دکانی قرار داشت که درش به کوچه باز می شد. این نخستین بار نبود که دکاندار چنین سر و صدایی از اتاق زیرزمینی می شنید. دکاندار نخست می خواست به این صداها اعتنایی نکند، اما این بار صداهایی هراسناک به گوشش رسید، برایش جای شک باقی نماند که دختری کمک می خواهد. از پله ها پا این رفت و در راه هل داد از درون بسته شده بود. دکاندار به بدگمانیش افسوده شد، گوشش را به در چسبان و کوشش کرد که صدا را تشخیص دهد. صدای ناله و دعوا به گوشش رسید، آنگاه دکاندار دیگران را به کمک فرا خواند. محمود هم که جلوی در کاروانسرا انتظار صنوبر را می کشید، این صداها را شنید. سپس خود را به درون کاروانسرا پرتاب نمود و در اینجا با کربلایی کاظم و دوستانش که آزاد شده بودند برخورد کرد. همکنون گروه آشفته‌ای در پشت در زیرزمین گرد آمده بودند که محمود در این حین فریاد زد: دنیای کتاب صوتی.